در زمان بحث گفتگوی مذاکره صلح قرار داشتیم و قرار داریم و انتظار ها میرد خشونت ها کاهش پیدا کنه و گروه طالبان نظر به تعهداتی که با ایالات متحده آمریکا کردن و انتظاراتی که مردم داشت بعد خشونت ها کاهش پیدا میکرد و زندانیانشان رها شده و به متعهداتشان پایبند میشد. متاسفانه گروه طالبان هم خشونت افزایش دادن، هم حملات انفجاری، انتحاری و قتل های هدفمندانه و از سوی دیگر هم زندانیانی که رها شده بودند دوباره به صفوف جنگ پیوستند که نقصی از تعهداتشان هستند. متاسفانه یافته های اخیر نشان میده که گروه طالبان تعهداتی را که در برابر مردم افغانستان و جامعه جهانی داشتن اونا را شکستند و تعهد شکنی کردند. ما میتونیم از دو مورد بسیار مهمش یادآور شویم. یکی ای که گروه طالبان تعهد سپرده بودند که زندانی های آزاد شده از زندان های افغانستان دوباره به خط نبرد برنمیگردند، که متاسفانه یافته های اخیر نشان میده که زندانی های گروه طالبان در خط نبرد دوباره به عنوان سربازان تازه نفس استفاده میشن. و همچنان گروه طالبان تعهد سپرده بودند که ارتباط خود با گروه القاعده قطع میکنند، که متاسفانه تا هنوز قطع نکردند و ارتباطاتشان همچنان مستحکم است همراه گروه القاعده.